سلام، به خبرهای این ساعت از سلو و تلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها، گلبدین حکمتیار در انتظار بیرون شدن نامش از فهرست سیاسی سازمان ملل متحد. حزب اسلامی میگوید تا هنگامی که تحریم ها بر رهبر حزب اسلامی برداشته نشود، آقای حکمتیار به کابل بر نخواهد گشت. و حتما میاد دیگه، صلح به خاطر امی هست که بخیر با همیشه خبر داده نشدن این تعذیرات طبیعتاً اقتضای عقل و منطق اینست که امیر مجاهد حزب اسلامی افغانستان در داخل کشور و پایتخت کشور ظاهر شد. تأخیر در برگزاری لایحه جرگه تعدیل قانون اساسی، پایان عمر توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی. ریاست جمهوری و ریاست اجرایه میگویند که برگزاری لایحه جرگه زمانگیر است. زمانی که ما شورای ولسوالی نداشته باشیم، لجیری قانون اساسی برگزاریشون بدون یک عضو مکملش کار سخت است. رویارویی شورای ملی با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر سر فرمان تقنینی. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پاسخگویی به مجلس نمایندگان را درباره فرمان تقنینی رئیس جمهور رد کرده است. متاسف هستیم که امروز اونا از حضورشان و در خانه ملت و ایبا ورزیدن. وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما تطبیق قانون اساسی است. و تهدیدهای امنیتی و بحران آب آشامیدنی، زندگی 2 میلیون باشنده شهر حلب سوریه را نبود آب آشامیدنی تهدید می کند. من فواد امان هستم. حکومت وحدت ملی تاکید می‌ورزد که با تعهداتش در برابر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پابند است. معاون ریاست اجرایه میگوید وقت آن رسیده است تا گلبدین حکمتیار به کشور برگردد. اما رئیس هیئت گفتگو کننده حزب اسلامی میگوید تا هنگامی که تحریم ها بر رهبر و اعضای حزب اسلامی برداشته نشوند، گلبدین حکمتیار به کشور بر نخواهد گشت. امین کریم میگوید که اگر حکومت افغانستان به تعهداتش برای برداشتن این تحریم ها اقدام نکند، گلبدین حکمتیار به پایتخت نخواهد آمد و این توافقنامه را در جای دیگر امضا خواهد کرد. دو روز پس از امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی، این مسئله پهلوهای تازه‌ای به خودش می‌گیرد. در حالی که همه انتظار دارند که این سند به زودی از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا شود، اما رئیس هیئت گفتگو کننده حزب اسلامی امضا شدن این سند را از سوی رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار نیازمند عملی شدن برخی از تعهدات حکومت می داند. تا برداشته نشدن این تعذیرات طبیعتاً اقتضای عقل و منطق اینست که امیر مجاهد حزب اسلامی افغانستان در داخل کشور و پایتخت کشور ظاهر شود. با این همه آمادگی ها برای امضا شدن این توافقنامه از سوی رئیس جمهور غنی و آقای حکمتیار به زودی آغاز خواهند شد. ممکن امروز یا فردا محل مشخص شود، ولی احتمال قوی که ما میتونیم داده یکی خیمه لوی جرگه و دوم داخل ارگ. کمیته اجرایی که از طرف حکومت و هیئت حزب اسلامی تشکیل شده تمام مفاد موافقتنامه را تعقیب میکنه، پیگیری میکنه. اما معاون دوم رئیس اجرایه میگوید که فرصت برای برگشت گلبدین حکمتیار فراهم شده است. آمدن و نیامدنش خب من اونطوری که شما گفتین مطلع نیستم و حتما میاد دیگه، صلح به خاطر امی هست که بخیر با همیشه. از سوی دیگر امضای این توافقنامه واکنش‌های گوناگون نمایندگان را در نشست روز شنبه مجلس نمایندگان برانگیخته است. تروریست هایی که تمام مردم افغانستان را به خاک و خون کشیدن و بخصوص دنیا را در خطر انداخته، اینا چطور میتونه که مسئولیت قضایی بدون چون و چرا بدید؟ صلح دی خدای امر ده، صلح دی قرآن و اینا ده، دی حزب اسلامی سر صلح زمانگ غختنه ده. هر دو طرف مطابق این موافقت نامه اینا به تعهداتشان باید استوار و پایدار باشند. بر بنیاد مسوده توافقنامه صلح که حکومت و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار دو روز پیش امضا کردند،
حکومت باید از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهد تا نامهای رهبر و سران این حزب از فهرست سیاه این سازمان بیرون شوند. بر بنیاد این توافقنامه حزب اسلامی نیز با اعلام آتش بس تمامی فعالیت‌های نظامیش را منحل اعلام کند. معاون دوم رئیس اجرایه میگوید که اختلاف‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی باید پیش از نشست بروکسل پایان بیابند، اما ریاست جمهوری میگوید که اختلاف‌ها نه بل تفاوت دیدگاه‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود دارد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد که رئیس جمهور و رئیس اجرایه شام امروز گفتگوهای به ویژه درباره قانون ثبت احوال نفوذ خواهند داشت. 9 روز دیگر تا نشست جهانی بروکسل، نشستی که بسیار سرنوشت ساز برای افغانستان است. جامعه جهانی در این نشست ادامه کمک‌هایش را به کابل بازنگری و تعهد مجدد خواهد کرد. تا هنوز اختلاف‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی حل نشده باقی ماندند. امیدوار هستیم که بعضی تفاوت نظرهایی که هستند انشاءالله در روزهای آینده حل شود. و اما واکنش ریاست جمهوری در این باره چیست؟ تفاوت دیدگاه در حکومت وحدت ملی وجود داره، مثلی که در یک اداره میتونه یک تفاوت دیدگاه باشه، در سطح یک فامیل میتونه یک تفاوت دیدگاه باشه، ولی اختلاف هرگز وجود نداره. تنش‌های شدید میان رهبران حکومت وحدت ملی بسیار به درازا کشیده است. اثرهای ادامه این تنش‌ها بر نشست بروکسل هم ناگوار گفته می شود. اختلافات از این دو فرد اینا نمایندگی از افغانستان میکنند، تاثیر بسیار منفی در کنفرانس بروکسل برای تعهداتی که در آینده به افغانستان صورت میگیره حتما میداشته باشد. اختلاف های سخت زمانگیر میان سران حکومت وحدت ملی در درون افغانستان بر همه بخش ها سایه افکنده است. نه تنها که صداهای زیادی در شب و روز بلند است به خاطر از اینکه میگن مشروعیت حکومت به پایان میرسه، بدبختانه در داخل خود حکومت وحدت ملی هم پاشیدگی های وجود داره و تنشی وجود داره که خود باعث از این میشه که حکومت تضعیف شود. تا پایان همین هفته دو سالگی حکومت وحدت ملی به پایان میرسد، اما بخشای مهم توافقنامه ایجاد این حکومت عملی نشدند، چیزی که اصل اختلاف ها را نیز میان سران حکومت وحدت ملی میسازد. مردان مصالح ناشنا ساعت 7 امشب بر خلیل پارسا مسئول شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت هرات گلوله‌باری کردند. آقای پارسا هنگامی که از دفترش به سوی خانه می‌رفت هدف شلیک مردان موتورسایکل سوار قرار گرفت. مسئول شفاخانه حوزه هرات می‌گوید که این فعال جامعه مدنی اکنون در عملیاتخانه است و گروهی از دکتران جراح این شفاخانه تلاش می‌کنند که او را از حالت کما بیرون کنند. مسئول این شفاخانه به بهبود وضعیت صحی این فعال جامعه مدنی خوشبین است. از سوی هم سخنگوی والی هرات میگوید که هیئت از نهادهای امنیتی هرات برای شناسایی عاملان این رویداد گماشته شدند. در میز عملیات است، جروحات متعدد داره، رگبار شده به دستایش، به بدنش، به صدرش، اما سی تیم بسیار مجرب شفاخانه حوزه هرات سر مریض کار میکنه. فعلا مریض فشار 110 داره، جروحات کبد یا جگر داره، جروحات دیافراگم داره که همه ترمیم شده. وضعیت مریض از دید ما قناعت بخش است. تیمی از نیروهای امنیتی و سمبراتی رو محل ازام شدن به عملیات گسته ای به خاطر شناسی آمیلین از این قضیه آغاز کردن و ما امیدواریم که زودی آمیلین از این گرفتن. حکومت وحدت ملی برگزاری لوی جرگه تعدیل قانون اساسی را از اولویت هایش می داند. اما ریاست جمهوری و ریاست اجرایه پرداختن به این برنامه را زمانگیر می گویند. در این میان ریاست جمهوری بدین باور است که پیش از برگزاری لوی جرگه انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها باید برگزار شوند. با این حال شمار از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که عمر موافقت نامه تشکیل حکومت وحدت ملی به سر آمده است و آنان دیگر بودجه ریاست اجرایه را تصویب نخواهند کرد. چند روز انگشت شمار تا به سر رسیدن عمر موافقتنامه حکومت وحدت ملی مانده است. بر بنیاد این موافقتنامه پیش از پایان این دو سال باید لویه جرگه برگزار می شد و در قانون اساسی تعدیل به میان می آمد. امیدوارم که وکلا یک صدا بودیجه ای که تحت عنوان ریاست اجرایی میاره یه را لغو بکنه به خاطر از اینکه مطابق با ماده 90 و بند 4 ایجاد واحدهای اداری و تعدیل و یا الغای آن جز صلاحیت های شورای ملی است.
اما واکنش ریاست اجرایی به این گفته ها چیست؟ دو ساله که شد راه رفتنی میشه دیگه، تقهد زحمتش کم میشه دیگه. انشالله که امیدوار هستم که بعد از دو سالگی هم دیگه به طور خوبی پیش بره. ریاست جمهوری نیز بر ادامه کار حکومت وحدت ملی تاکید می‌ورزد و پرداختن به تعهدات چون برگزاری لویجرگه را زمانگیر می‌داند. تا زمانی که ما شوراهای ولسوالی نداشته باشیم، لجیری قانون اساسی برگزاریشان بدون یک عضو مکملش کار سخت است. بنابراین زمانی که انتخابات شوراهای ولسوالی و پارلمانی برگزار شود، راه برای برگزاری لجیری قانون اساسی هم هموار می‌شود. بسیاری ها بدین باور هستند که حکومت وحدت ملی در دو سال عمرش تعهداتی را که سران این حکومت پذیرفته بودند به گونه درست عملی نکرده است. مجلس نمایندگان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برای پاسخگویی درباره فرمان تقنینی رئیس جمهور به این مجلس فراخواند، اما این کمیسیون این خواست مجلس نمایندگان را رد کرده است، در حالی که نمایندگان مجلس از این کار کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی سخت انتقاد می کنند. اما کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می گوید که بر بنیاد قانون شورای ملی تنها صلاحیت دارد که وزرای حکومت را برای استجواب به مجلس فرا بخواند. اعضای مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه این مجلس اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را از بهر پاسخگویی درباره فرمان تقنینی رئیس جمهور برای اصلاح نظام انتخابات به مجلس نمایندگان فراخوانده بود، اما این کمیسیون درخواست مجلس نمایندگان را رد کرده است. متاسف هستیم که امروز اونا از حضورشان و در خانه ملت و ایبا ورزیده زیادتر از طرف رئیس جمهورشون ناپیشنهاد شدن بران، شاید برشان رئیس جمهور یک تلفن کرده باشد که شما نرین. اما کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که بر بنیاد ماده های 93 و 103 قانون اساسی شورای ملی صلاحیت دارد که تنها وزرای حکومت را استجواب و یا هم استعزا کنند. صرف وزرا را گفته، در هر دو متن که آمده ماده شما 93 رو ببینید، به اونجا وزرا گفته، در اونجا وزرا گفته. ما خو وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما تطبیق قانون اساسی است. در همین حال برخی از نمایندگان مجلس علت این همه را بی‌پروایی های اعضای مجلس نمایندگان میدانند. هر که چیز شخصی میبخشه از خانش ببخشه، اما بحث قانونی رفاقت نداره. حق بده حق بگی آشنایی مافت. امروز این افتضاحش است. تمام بدبختی افغانستان مشکلش ما هستیم. اگر ما افراد پاک، صادق، وطن دوست در هر مقام و در هر موقف از هر قوم و زبان و مذهب رای بدهیم، ملت با این دوچار نمی شود. مجلس نمایندگان در نامه از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواهان روشنی در این زمینه شده است. دعوای حقوقی بر سر یک دکان در آقا علی شمس شهر کابل 4 تن را زخمی ساخت. در این تیراندازی که عصر امروز صورت گرفت، چندین مرد تفنگدار بر قصابی یک شریکشان حمله کردند و یک پدر و 3 فرزند او را زخمی ساختند. باشندگان این محل میگویند که این دعوا پیشینه چندین ماه دارد و افراد مهاجم از محل رویداد فرار کردند. مالکان این قصابی به شمول یک پدر و 3 پسرش در اینجا بودند و گفته می شود که آنان یک تن از طرف دعوایشان را نیز در نزد خود نگه داشته بودند تا وی را به پلیس تسلیم دهند. اما در این هنگام چند مرد تفنگدار از موتر بیرون شدند و بر این قصابی تیراندازی کردند و یکی از نزدیکانشان را از این قصابی با خود بردند. ای دو طرفش معلوم دار است، دوستای هم دیگر بودند. در قبلا ما خودم مشاهده کردیم اینا رفاقت داشتن، میگشتن در آروسیا، در گپایی که مجالس که شما میبینید در همین منطقه، هر مجالس آروسی که میشد اینا با هم بودن. نزدیکان این زخمی شدگان میگویند که افراد تفنگدار به سرعت خودشان را از محل دور ساختن و نیروهای امنیتی لحظاتی بعد به محل رویداد رسیدن. که یک دفعه صدای دم تفنگچه شد، ما بر ما عادی شد، اما رفتم که بر ما زنگ زد که علا بده و پسرهای کاکای تا زدن کشتن. دیجا که آمدم که یا زخمی بودن بردنش، کسایی را که گفته بودن دوتا فرونر بود یا گریخته بودن دیگه در همه محله عادثه. دیدیم که موتر فرتونر آبی استال شده اول به سرک،
پاشدن با اسلحه فایر کرده رفتن. هر کسی که مقابلش می بود میسدن. مسئولان حوزه هفتم امنیتی شهر کابل میگویند که پس از تکمیل شدن بررسی هایشان اطلاعاتشان را با رسانه ها شریک خواهند ساخت و تا کنون آنان توانستن محل زندگی حمله کنندگان بر این قصابی را شناسایی کنند. دلبستگی زنان و دختران بلخی که از نعمت سواد محروم ماندند از بهر کسب علم و دانش افزایش یافته است. یک آموزگار مدیریت سواد آموزی در ولایت بلخ مصروف آموزش زنان و دختران بی سواد است. میگوید که شمار زنان و دختران برای یادگیری علم و دانش در مدیریت سواد آموزی روز به روز فزونی می‌یابد. در همین حال شمار از زنانی که بی سواد ماندند بی سوادی را ناتوانایی می‌دانند و میگویند که تلاش می‌ورزند تا با سواد شوند. در کمتر از یک سال گذشته حجم بازرگانی میان افغانستان و پاکستان در حدود 40% کاهش یافته است. مسئولان تاقای تجارت صنایع مشکل آفرینی های مکرر پاکستان را در برابر ترانزیت و بازرگانی با افغانستان و دریافت راه های بدیل پاکستان را برای ترانزیت کالاهای افغانستان از علت های کاهش حجم بازرگانی با پاکستان می دانند. مسئولان این تاق می گویند که امسال احتمال دارد حجم بازرگانی با پاکستان تا 1 میلیارد دلار هم نرسد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع بهره برداری از راه آهن چین و افغانستان، آغاز حمل و نقل بازرگانی و ترانزیتی از راه بندر چابهار و مشکل آفرینی های پاکستان در برابر ترانزیت کالاهای بازرگانی افغانستان را از علت های کم علاقگی بازرگانان افغان برای ادامه ترانزیت و بازرگانی با پاکستان میدانند. آنان میگویند که سال گذشته حجم بازرگانی افغانستان و پاکستان 1.5 میلیارد دلار بود، اما امسال احتمال دارد که این رقم به کمتر از 1 میلیارد دلار برسد. تجارت ما با پاکستان روز به روز کاهش بیابه. پاکستان در ردیف بلکه بزرگترین شریک تجارتی افغانستان نیست، بلکه در ردیف های پایین قرار بگیره. از سوی هم شمار از رانندگان موترهای بربری در شهرهای کابل ترخم میگویند که با آغاز روند حمل و نقل بازرگانی و ترانزیت از راه چابهار 60% کاروبار آنان با رکود روبرو شده است. لکه مخی خوب خواه کاروبار دیمک خواه کرایم خواه دیورازی مثال لکه پاکستان 2000 موټر راوختل اوس مثال شپږ سو اوس موټر راوړي دغه شابهار بندر غل چې په پاکستان باندې شبه ده نو موږ په موټرونو باندې زموږ په ډرایورانو باندې هغه ډرایوري مورکا شبه ده. گفته نیست که چند پیش با بهره برداری از راه آهن چین افغانستان برای نخستین بار کالاهای بازرگانی افغانان از کشور چین در زمان کمتر از 12 روز به بندر حیرتان رسید، در حالی که پیش از آن بازرگانان افغان این کالاها را از راه بندر کروچی در 35 روز با ده‌ها دشواری به کشور وارد می‌کردند. وزارت فواید عامه با کمک بانک توسعه آسیایی بررسی های فنی دومین تونل را در سالنگ ها آغاز می کند. وزیر فواید عامه می گوید که برای ساخت دومین تونل در سالنگ با درازای 12 کیلومتر 3 طرح وجود دارد و قرار است که برای انجام بررسی های فنی و طراحی این پروژه یک شرکت معتبر جهانی استخدام شود. از سوی هم رئیس بانک توسعه آسیایی می گوید که 31 میلیون دلاری که برای بررسی های فنی تونل دوم سالنگ تخصیص یافته است، بیشتر از 15 میلیون دلار آن را ژاپن میپردازد. هرچند تا کنون مسیر برای ساخته شدن تونل دوم سالنگ معلوم نیست، اما گفته می شود که احتمال دارد این تونل با هزینه در حدود 1 میلیارد دلار از منطقه اولنگ در سالنگ جنوبی آغاز و تا منطقه دوشاخ در سالنگ شمالی کشیده شود. وزیر مالیه با در نظر داشت اهمیت گذرگاه سالنگ در گسترش روابط ترانزیتی و بازرگانی در منطقه میگوید که ساخته شدن تونل دوم سالنگ زمینه های بیشتر ترانزیت کالاهای بازرگانی را میان آسیای جنوبی و آسیای مرکزی فراهم خواهند ساخت. تقریبا 15.7 میلیون ازی از کمک های بانک توسعه آسیایی است و متوقعی در حدود 15.2 میلیون دلار دیگه از کمک‌های کشور دوست ما ژاپن است. در همین حال رئیس بانک توسعه آسیایی در کابل ساخته شدن تونل دوم سالنگ را برای حل بنیادی مشکلات حمل و نقل جاده‌ای از جنوب به شمال کشور مهم می‌داند. این پروژه زمینه را برای بهبود رفت آمد موترها و حمل و نقل کالاهای بازرگانی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی فراهم می‌سازد. و شما می‌دانید که در حال حاضر روزانه بیش از 5000 موتر از این گذرگاه رفت آمد می‌کنند. از سوی هم وزیر فواید عامه میگوید که به زودی شرکت پیمانکار برای بازسازی اساسی تونل کنونی سالنگ شناسایی و این شرکت به کارش آغاز خواهند کرد. موافقتنامه دیگه با بانک جهانی امضا کردیم به مبلغ 250 میلیون دلار که از او وجود
یک بخشش به ترمیم مسیر موجود سالنگ اختصاص پیدا کرده. این در حال است که گفته می شود در حال حاضر روزانه بیش از 5000 موتر از گذرگاه سالنگ رفت و آمد می کند. در حالی که ظرفیت این گذرگاه برای رفت و آمد موترها به مراتب کمتر از این رقم است و به باور شماری از آگاهان ساخته شدن تونل دوم سالنگ یگانه راه حل برای مشکلات کنونی در گذرگاه سالنگ است. نزدیک به 2 میلیون تن از باشندگان شهر علب به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. سازمان ملل متحد میگوید که با افزایش حملات بر شهر علب منابع آب در شرق و غرب این شهر از کار افتادند. سازمان ملل متحد میگوید که افزایش درگیری ها در شهر حلب باشندگان این شهر را از دسترسی به آب محروم ساخته است. بر بنیاد گزارش ها در حمله های هوایی در این شهر در 2 روز گذشته نزدیک به 100 تن نیز کشته شدند، اما ایالات متحده و روسیه یکدیگر را به اقدامات اشتباه در سوریه متهم می سازند. روسیه میگوید که ایالات متحده نمی تواند گروه هایی را که میانه رو می داند با آتش بس وفادار نگه دارد، اما هدف های دیگر دارد. به نظر می رسد که برخی ها می خواهند جبهه النصره را برای مرحله بعدی که طرح دومشان را اعلام خواهند کرد نگه دارند. این در حال است که ایالات متحده روسیه را به نقض آتش بس در سوریه متهم می سازد. در این میان ایران تاکید می ورزد که برای پایان دادن به بحران سوریه به همکاری تمامی بازیگران منطقه‌ای به شمول عربستان نیاز است، اما به گفته او ریاض باید برخی از کارهایش را پایان دهد. در 4 دهه گذشته وهابیان توانستند رشد کنند، کتابهایشان را پخش کنند و مسجدها را تمویل کنند، اما پایان یافتن این کارها به سود عربستان سعودی است. این در حال است که پس از شکسته شدن آتش بس در سوریه از درگیری ها در شمال این کشور و در نزدیک مرز با ترکیه خبر داده شده است. ترکیه پیش از این گفته بود که عملیاتش را در سوریه گسترش خواهد داد. جشنواره کاغذپرانه های گوناگون با حضور صدها شرکت کننده تایوانی و کشورهای دیگر در تایوان برگزار شد. صدها تن از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی در این جشنواره شرکت کردند. برای شنیدن خبرهای بیشتر با 456 تماس گرفته و سپس 111 را فشار دهید. سپاسگزارم از توجهتان. از طلوع مقام های محلی ولایت تخار میگویند که در هفته های اخیر رویدادهای ترافیکی در این ولایت افزایش یافته است. مسئولان ترافیک تخار میگویند که تنها در یک هفته اخیر در حدود 80 رویداد ترافیکی در این شفاخانه ثبت شدند. آنان به احتیاطی رانندگان و مراعات نکردن قواعد ترافیکی را از عوامل افزایش این گونه رویدادها میدانند. عدم مسلکی بودن رانندگان، ازدحام ترافیکی و رعایت نکردن قانون ترافیکی از جمله عواملی است که باشندگان ولایت تخار را بارها به کام مرگ کشانده است. مدیریت ترافیک ولایت تخار میگوید که در یک هفته اخیر بیش از 77 رویداد خونین ترافیکی در این ولایت رخ داده است. تیزرانی بی‌احتیاطی و در ایام خوشی بی‌تفاوتی در مامان دریوری کرده خود و وسایل خود و مردم خود متضرر ساخته است. در همین حال ریاست صحت عامه تخار میگوید که در این رویداد 77 کشته و زخمی به شفاخانه مرکزی تخار انتقال داده شدند. 77 نفر به شفاخانه آورده شده از ترافیکی که از جمله یک نفر از فوت شده، باقی از در شفاخانه کسی که مراقبت بستر ضرورت داشتند داخل بستر گرفته شده و یکیش هنوز هم داخل شفاخانه است. شورای ولایتی تخار عدم تطبیق قوانین ترافیکی و افزایش موترهای ثبت ناشده و بدون شماره را عامل اصلی افزایش حادثات ترافیکی در این ولایت می دانند. قانون ترافیکی را در کل افغانستان در ولایت‌ها تطبیق بوده، با تأسف در تخار ما تطبیق نمی‌شود. موتورهای روشکی بیشتر زیاد پیدا شده، از خود اسناد نداره، مدارک نداره، نمبر پلیت نداره، لیسانس نداره. تقاضا می‌کنیم در آینده بعد قانون ترافیکی جدا تطبیق شود. کمرز بودن جاده‌ها، نبود اشاره ترافیکی و افزایش موتورهای روشکی در ولایت تخار در برابر باشندگان و رانندگان این ولایت معضل بزرگی را ایجاد کرده است.
ترافیک تخار میگوید که افزایش موترهای بدون نمبر پلید در این ولایت شناسایی عاملان رویدادها و حادثات ترافیکی را نیز با مشکلات زیادی مواجه کرده است. یک زن افغان با همکاری مردم آلمان بیش از 8 ساختمان را برای مکتب‌ها در کابل اعمار کرده است. این خانم که خودش در آلمان زندگی می‌کند می‌گوید که این ساختمان‌ها را در جریان 13 سال برای دانش آموزان کشور ساخته است تا بتوانند با آرامش خاطر آموزش ببینند. دانش آموزان مکتب غلام محمد فرهاد و اکبر پامیر که اکنون می توانند در یک چنین فضای آرام درس بخوانند خودشان را مدیون این خانم می دانند. مکتب اول که ما ساختیم ما هیچ پول نداشتیم. گفتم خدای پاک تو نشه که ما سنگ تذاب ماندیم نتانم. 7 ماه بعد مکتب ساخته شد. کلش دوستایم امایه می کنند دوستان چون ما کل ما را یگان کار می کنیم. لیلا نور فرهاد در آلمان زندگی می کند و با گروهی از زنان نهاد زنان افغان غیر وابسته در آلمان 13 سال است که برای گردآوری پول و اعمار ساختمان مکتب برای دانش آموزان کشور به گونه رایگان کار می کند. شاگردا بر روی زمین به منفی 10 درجه 15 درجه کالای درست هم نداشتن، طفلکا درس می خواندن اما خوش بودن که آمدن و وقتی کنار دیدم گفتیم اولاد ما آینده مملکت ماست و تعلیم و تربیت کلید زندگی است. بود که شروع کردم 13 سال پیش به مکتب اول که در قلعه مراد بیگ بود که آل به نام لیسی آجی حسن خان یاد میشه. اما سفر این بارش به کشور از بحر گشایشی یک کودکستان، آشپزخانه و تالار رسانه ها برای مکتب غلام محمد فرهاد و مکتب اکبر پامیر در ارزان قیمت کابل است. خوشحال شدم چندان راو غختل شوم او پدی هغه کې مې سم واخیست د کمیت په برخه کې حساب کو له 2000 خطر دینه نه پوره لاس چنده پرمختګ راغلی د معلمینو شمیر زیات شوی د معلمینو ډیر شوی د مکتبونو شمیر زیات شوی د ښوونکو د روزنو موسسه زیات شوی. وزارت معارف میگوید که در حال حاضر 50% از مکتب ها یا ساختمان های کرایه دارند و یا هم دانش آموزان در زیر خیمه ها آموزش میبینند. در عملیات پاکسازی بر رهبری عطا محمد نور سرپرست ولایت برق در ولسوالی شورتیپه این ولایت 6 تن به شمول برادر معاون والی نامنهاد طالبان در بلخ بازداشت شدند. فرمانده پلیس بلخ میگوید که در این عملیات 8 روستا از وجود حراس افغانان پاکسازی شده است و 86 تن از شورشیان بازداشت شدند. و این میگوید که باشندگان این ولسوالی تعهد سپردند که با نیروهای دولتی از بهر جلوگیری از نفوذ دوباره شورشیان به این ولسوالی همکاری میکنند. این نیروها به رهبری عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ به ولسوالی شورتیپه آمدند تا با شورشیان بجنگند. اینجا در یک از مسجدهای این ولسوالی عطا محمد نور از باشندگان این ولسوالی میخواهد که با نیروهای دولتی همکاری کنند و اجازه ندهند که شورشیان در این ولسوالی نفوذ کنند. چند تا گروه‌های اوباش دیگر از افشا و فضاوه دولت جابجان و از دولت‌های شایان گرفتن شیم نمیده باشم. هر که خود این دعال نکنم، انسان نکنم، این دعال باری ما جو هم نکنم. ما خونه که شما این زمان باشین، سفران باشین، سفران باشین، ناموستان، عزتان، فرمانده پلیس بلخ میگوید این عملیات پس از آن راه اندازی شده است که باشندگان این ولسوالی از آزار و اذیت حراس افغانان به سطوح آمده بودند. وی دستاوردهای این عملیات را این گونه فشرده میسازد. ما 6 نفر دانستیم گرفتار کنیم. او 6 نفرم یکش خود برادر والی نام نهاد همین ولایت بلخ که اونا میگن والی، برادر از او بود و گرفتار شد. البته کمک مردمم دیجا بوده و یکی دیگه هم برادر ولسوال نامنهاد چمتال بود. 3-4 دیگه شب من گزارا و کسایی بود که من جور میکردن. شماری از باشندگان ولسوالی شورتیپه با ستایش از راه اندازی این عملیات میگویند حراس افغانان دست به آزار و اذیت مردم میزدند، از آنان پول گردآوری میکردند و در مراسم های عروسی از مردم باج میگرفتند. طالبان که اینجا بود کلگش فرار کردن رفتن، کسی در اینجا نماندن. مردم ها تعهد دارند، تعهد دادن که آینده طالب در این منطقه نمیه. طالبان خیلی مردم ها را اذیت میکرد، مثلا
اونا خودتان خبر دارین که بعضی چیزا را منطقه آرام شده میره، آهسته آهسته خوب شده میره. انشاءالله خدا همه را توفیق بده. انشاءالله اونا را نصیحت میکنن مویت پیدا چنا اونا میشه برای میا خدا برای بیاره. ولسوالی شورتپه یک از ولسوالی های آسیب پذیر ولایت بلخ است که مسئولان امنیتی میگویند اخیرا شورشیان در بخش های از این ولسوالی نفوذ کرده و در تلاش گسترش ناامنی ها در این ولسوالی بودند. بازرگانان و باغداران ولایت قندهار از کاهش بهای میوه های تازه به ویژه انگور در این ولایت نگرانی دارند. آنان میگویند که با وجود افزایش حاصلات امسال انگور در این ولایت، فراورده های باغیشان را و در بازار می فروشند. در همین حال مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع می گویند که مشکل آفرینه های پاکستان در برابر ترانزیتی های کالاهای افغانستان از علت کاهش بهای میوه های تازه و نبود بازار برای این فراورده هاست. بازرگانان در ولایت کندهار می گویند که مشکلات در مرز چمن با پاکستان و نبود بازار برای فراورده های باقی سبب شده است که امسال بهای انگور و شمار از میوه های دیگر در این ولایت به گونه چشمگیری کاهش یابند. مش بعضی ورونه تجارت تاوان سره مخامخ سو او مش مارکیټ را کمزوری کی دا مارکیټ یپلا نرخ را ویدل بل پلا پورته کیدل داسې د پتن نکیږي وخت پاړي لیکن انشاءالله و رحمان چیز موج دادا نوی اوتیز خیلی دا یک شنبیز خیلی چیز موج مطران شروع سیوی دی نو علت بازار هم نکی سمسوی دی. در امینال شمار از باغداران در کندهار میگویند که امسال با وجود افزایش حاصلات انگور در این ولایت درآمدهای اندک از فروش میوه‌هایشان داشتند. آنان میگویند که پاکستان یک بار دیگر تعرفه گمرکی را بر میوه‌های تازه کشور افزایش داده است که این کار سبب فاسد شدن بخش از فراورده‌های باقی در این ولایت شده است. او انگور سویجه نو انگور چه پروش پیدا که خمخه دیر پیسه جوڑی او دلتا چه مجو گورو که وچه میوه ده مانا کشمش ده دیست جوڑی جه خلق نپیجم پداغی و خطر ورته تلواریان دی انگور اومدی پاخه ندی دا اوما انگور وړي ولې چې په دې نه پوهېږم چې دا کشمش ارزانه دي څنګه حساب دی که باغو انګور کړي وي مقصد حاصلات یې زیات دي پیسې نه جوړي. از سوی مسئولان اتاق تجارت و صنایع کندهار میگویند که امسال بازرگانان و صادرکنندگان میوه های تازه در این ولایت توانستند با ده‌ها دشواری 200 هزار تن انگور را به بازارهای هند و پاکستان صادر کنند. شمار از عالمان دینی در برنامه‌ای که برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی در شهر پلخمری راه اندازی شده بود با انتقاد سخت شرکت کنندگان روبرو شدند. در این میان شمار از عالمان دین میگویند تنها از نظامیان پشتیبانی میکنند که مطابق دین و شریعت رفتار کنند، نه از تمام نیروهای امنیتی. اما برخی دیگر از نبرد نظامیان کشور دفاع میکنند و این نبرد را برحق میدانند و برخی از عالمان دین را با پشتیبانی از گروه های مخالف مصالح دولت متهم میسازند. گرد همایی بزرگ با شرکت عالمان دینی برای پشتیبانی از نظامیان کشور، اما در اینجا نظامیان و حکومت به جای پشتیبانی مورد انتقاد قرار گرفتند. آدرس بدیم به ما که در کدام خطی اول جبهه مقدم جماعت وجود داره نیست. در داخل مسجد ولایت برو فرش مسجد بار بار مستخدمین میشوین و باز فرش کنه را میندازن داخل مسجد، اما زیر پای والی ولایت قالین مور فرش است و قطی بود سرش میره. هیچ وقتی هم اما فرش کنه این مسجد که تغییر نمیده. اما این گفته ها به پاسخ نمیمانند و برخی از شرکت کنندگان دیگر این گرد همایی پشتیبانیشان را از نظامیان کشور اعلام کرده و برخی از عالمان دین را به پنهان کردن جنایات طالبان متهم میکنند. تو معاون ارشاد حاج اوقاف هستی، علما را هم جمع کردی، ما را هم دعوت داده، این شعار هم نشته کردی، شعارت هم نمیگی، عملی نمیکنی. چرا؟ از کی میترسی؟ از کی ترس داری؟ اگر ترس داری چرا در دولت هستی؟ اگر میترسی چرا معاش حکومت میخوری؟ اگر این معاش حلال نیست چرا میخوری؟ اگر حلال است چرا مبارزه نمیکنی؟ این جنجال ها سبب شد تا این گرد همایی به نتیجه پایان یابد. علما که یک جای شد باز مجلسشان را کنترل نمیتونن. خب حرفا باز علیه ما و شما دوستا زیاد داریم، باز بخیر دیگه دفعه میگرن در دایره زدن شروع میکنن. با آنکه بیشتر این گونه برنامه ها برای پشتیبانی از نیروهای دولتی را اندازی میشود،
و نبرد نیروهای امنیتی را برحق می دانند، اما مخالفت دیدگاه های شرکت کنندگان سبب شد تا این گرد همایی با تشنج لفظی میان شرکت کنندگان پایان یابد. ننگرهاریان از گفتگوهای صلح دولت با مخالفان مصالح دولت پشتیبانی میکنند. شمار از بزرگان اقوام، جوانان و عالمان دین ننگرهار امروز در گردهمایی پشتیبانیشان را از صورت بخشیدن روند گفتگوهای صلح اعلام کردند. آنان میگویند که امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار در تامین صلح در کشور اثرگذار میباشد. اینجا در شهر جلال آباد شمار از بزرگان اقوام، فعالان جامعه مدنی و عالمان دین گرد هم آمدند تا پشتیبانیشان را از روند گفتگوهای صلح اعلام کنند. آنان از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار استقبال می کنند و امضای این توافقنامه را گام مثبت در تامین امنیت می دانند. یوزی که قراره نی آلتا نه تعلیم کیگی نه پیشرفت کیگی نه دلار جل جلاله صحیح اطاعت و عبادت کیگی. شرکت کنندگان این گرد همایی از دیگر گروه های مخالف مصالح حکومت نیز میخواهند که برای صلح همیشگی در کشور گفتگوهایشان را با حکومت افغانستان آغاز کنند. الحمدلله چه قدمون اخیستن شمیدید، امیدواریم که نور با اخیستن شید زمانگا امنیتی ارگانون تاسو گوری چی نی کمکی دور باندې خپل سرحدنی کوي، شهیدان ورکوي، زخمیان ورکوي، دراز را ستونزو سره مخ کوي. در همین حال شورای ولایتی ننگرهار از حکومت مرکزی میخواهد که تا در بهبود وضعیت امنیتی ننگرهار از هیچ نوع کوشش دریغ نورزند. تو حکومت که زمین کلی زمین اشخاص مداخله کوي د دې مخنیوی غواړو، ننګرهار کې غصب کیږي د دې مخنیوی غواړو. په دې ملک کې امنیت نشته او امنیت په هغه صورت په ملک کې راځي چې دلته صلح یو ځل قایمه شي. شرکت کنندگان این گرد همایی از شهروندان کشور میخواهند که برای کاهش نبرد و نیز تامین صلح در کشور از گفتگوهای صلح پشتیبانی کنند. معاون دوم رئیس اجرایه حکومت از گفتگوهای صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پشتیبانی میکند و میگوید که فرصت آن رسیده که حکمتیار به کشور برگردد. محمد محقق در نشست درباره سفر اخیرش به چین تاکید میورزد که هیچ مانعی بر سر راه گفتگوهای صلح میان افغان ها وجود ندارد. در همین حال وی از تلاش های چین برای گسترش روابط بازرگانی، سیاسی و فرهنگی با افغانستان خبر میدهد و میگوید که افغانستان میتواند از این فرصت ها استفاده بزرگی ببرد. اینجا در کاخ مرمرین در کابل، معاون دوم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تأکید می‌ورزد که تلاش های حکومت در بخش گسترش رابط افغانستان با کشورهای منطقه و جهان افزایش خواهد یافت. به باور محمد محقق، حکومت در دو سال کارش توانسته روابط کابل را با جهان بیش از هر زمانی گسترش دهد و سفر اخیرش به چین نیز روی همین موضوع بوده است. می تواند که مناسبات کشور ما را با کشور دوست چین بسیار به سطح بالا گسترش بدهد و در همین راستا بود که ما از مراکز و آثار فرهنگی اونها دیدن کردیم. گفته می شود مقام های چینی پذیرفتن تا در این مرحله اساس تاریخ افغانستان دست دوستی محکمتری به افغانستان بدهن. ما همیشه به این فکر نباشیم که دنیا ما را کمک بکنه تا ای که ما کشورداری بکنیم و شعار ما این نباشه که ای دوستان یاری کنین تا ما کشورداری کنیم. ما بعد خود ما و پای خود استاچیم. مناسبات تجارتی ما بسیار اقلام صادراتی در افغانستان داریم که بازار خوبی میشه چین برای این اقلام باشه. نزدیکی فرهنگی افغانستان و چین باعث شده است تا این کشور برای امضای تفاهم نامه ها در بخش فرهنگی و نیز سرمایه گذاری روی راه ابریشم توجه بیشتری کند. در ماه گذشته یک قطار مملو از کالاهای بازرگانی چین پس از نزدیک به دو هفته از چین به بندر حیرتان رسید.
هلال احمر مصر به ارزش بیش از 100 هزار دلار آمریکایی مواد خوراکی و دارو به آسیب دیدگان افغانستان کمک کرد. معاون سفیر مصر در کابل این کمک ها را به هلال احمر افغانستان سپرد. معاون هلال احمر افغانستان میگوید که این کمک ها برای آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی و بیجا شدگان داخلی توزیع خواهند شد. معاون سفیر مصر در کابل کمک های این کشور را برای آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی و بیجا شدگان افغانستان به هلال احمر افغانستان سپرد. معاون سفیر مصر در کابل میگوید که دو کشور باورهای دینی و فرهنگی مشترک دارند و کمک های مصر به افغانستان ادامه خواهد یافت. ما از جمعیت هلال احمر افغانستان بسیار سپاسگزار هستیم که آمادگی نشان دادند که این کمک ها را که شامل مواد غذایی، مواد غیر غذایی و دارو هستند به کسانی که مستحق آنند برسان. مصر در بخش آموزش نیز افغانستان را یاری میرساند و در حال حاضر ده ها دانشجوی افغان در مصر سرگرم تحصیل هستند. ما یک لیسه ازهر در کابل داریم که بر بنیاد نصاب مصر تدریس می شود. در این لیسه که علوم دینی، فقه و قرآن تدریس می شود، تمامی استادانیان از مصر معاش دریافت می کنند. در همین حال، معاون هلال احمر افغانستان با استقبال از این کمک مردم مصر برای آسیب دیدگان افغانستان می خواهد که این کمک های آنان برای مردم افغانستان ادامه داشته باشد. امید می کنیم که در آینده این کمک ها و این همکاری ها گسترش پیدا کنه و ما بتانیم که یک زنجیر همکاری را بین کشورهای مختلف و نهضت‌های مختلف هلال احمر برقرار بسازیم تا بتانیم که به طور خوبتر مصدر خدمت بر مظلومین افغانستان شویم. همکنون یک شفاخانه که 14 سال پیش از سوی وزارت دفاع مصر در بگرام ساخته شده است، سرگرم فراهمسازی خدمات بهداشتی به زخمیان و بیماران است. در اخیر هم به چند گزارش ورزشی توجه نمایید. سپاسگزارم از همراهیتان تا این دم. تیم ملی کرکت کشور تمرینات آمادگی خود را در ورزشگاه بین المللی شیر بنگلا میرپور و نشنل اکادمی بنگلادش آغاز کرده است. قرار است تیم ملی کرکت کشور فردا در اولین بازی رسمی بین المللی خود با تیم ملی بنگلادش در همین ورزشگاه به وقت کابل ساعت 1 بعد از ظهر به میدان برود. بازی دوم تیم ملی کرکت کشور با این تیم به روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. ملی پوشان کرکت کشور قبل از این یک اردوگاه 20 روزه تمریناتی را در هند سپری نموده بود. تیم ملی کرکت کشور روز قبل در بازی تمریناتی تیم انکشافی بنگلادش را با تفاوت 66 دوه شکست داد. رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان تنس کشور امروز در میدان ورزشی ریاست تربیت بدنی و ورزش کشور آغاز شد. در این پیکارها مهاجرین مقیم ایران، پاکستان و ورزشکاران سه ولایت کشور اشتراک نموده است. یگانه وسیله که می‌تونه جوانان از مواد مخدر دور نگاه داره ورزش است. ما از حکومت و از رهبری حکومت افغانستان خواهش مایی است که زمینه ورزش برای تمام جوانان افغانستان معیا بسازند. ست تا مسابقات متوسط بازیکنان همه حرفه‌ای هم بازیکنان تیمای نوجوانان، جوانان و ملی. ست تا مسابقات در سطح متوسط قرار داره به خاطر که امکانات کم است و رسیدگی زیاد نمیشه از مقامات بالا. این رقابت ها که امروز آغاز شد به مدت 8 روز ادامه خواهد داشت. در پایان این پیکارها چهره های برتر به تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان راه پیدا خواهد کرد. بارسا پس از توقف مقابل اتلتیکو مادرید نیاز به یک بازی نسبتاً آسان دارد تا با کسب پیروزی در آن دوباره روند خوب خود را آغاز کند. آبی اناری ها در 5 بازی اخیرشان 3 پیروزی، 1 تساوی و 1 شکست کسب کردند و نسبتاً وضعیت خوبی دارند. بارسا که در چند فصل گذشته بسیار موفق بوده و نتایج خیلی خوب با انریکه کسب کرده، به دنبال ادامه این روند با سرمربی اسپانیایی خود خواهد بود. Suarez, another goal for his tally. The man who can't stop scoring
هرچند که آنها از آمادگی رقیب نظیر خود رئال مادرید اطلاع دارند، بلی قطعاً برای هر سه جام با تمام وجود خواهند جنگید. خیخون نیز در حال حاضر در رده دوازدهم جدول قرار گرفته و شرایط خوبی را سپری نمی کند. در پنج تقابل اخیر دو تیم چهار پیروزی برای بارسلونا و یک تساوی به ثبت رسیده است. لیونل مسی که مقابل اتلتیکو دچار مصدومیت شد، بزرگترین غایب بارسا در این تقابل خواهد بود و آبیاناری ها امیدوارند بتوانند در غیاب او نتیجه مناسب کسب کنند. He puts the second straight down the middle. Suarez gets another hat-trick for Football Club Barcelona. Seven goals this week. 33. He didn't need the landmark to be considered one of the Premier League's greatest managers, but 1,000 games... چلسی بعد از سه برد متوالی و شروع بسیار خوب در لیگ جزیره، دو دیدار آخر خود را تنها با یک امتیاز سپری کردند و شکست هفته گذشته برابر لیورپول شرایط کوینتا در لندن را کمی دشوارتر ساخته است. آرسنال بعد از شروع نچندان خوب هفته های اخیر را با پیروزی های مقتدرانه سپری کرده و قصد دارد در خانه با شکست رقیب همشهری خود را به صدر جدول نزدیک کند. مرتساکر، دنی ولبک و آرون رمزی بزرگترین غایبان توپچی ها در دربی حساس فردا خواهند بود. احتمالاً سرمربی فرانسوی با همان ترکیب دیدار با هال سیتی روانه میدان خواهد شد و گراند ژاکا ستاره سی وی سی آرسنال در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت. در آن سو احتمالاً کورت زوما شرایط بازی کردن را ندارد و باز هم شاهد حضور داوید لوئیس در کنار تیم کهل در ترکیب شیرهای لندن خواهیم بود. بعد از نمایش درخشان برابر لستر سیتی در جام اتحادیه و به ثمر رساندن دو گل در دقایق پایانی، ممکن است بعد از مدت‌ها شاهد حضور سسک فابرگاس در ترکیب اصلی چلسی برابر تیم سابق خود باشیم. چلسی در هفت دیدار از هشت جدال آخر خود در برابر آرسنال دروازه خود را بسته نگه داشته است. از سوی دیگر آرسنال در 14 دیدار از 15 بازی آخر خود در لیگ برتر شکست نخورده است و همین موضوع می تواند نکته امیدوار کننده برای شاگردان ونگر باشد. همچنین آنها در 6 دیدار از 7 بازی آخر خود حداقل 2 بار دروازه حریف را باز کردند. البته چلسی نیز در 10 دیدار از 11 دیدار آخر خود برابر رقیب دیرینه شکست نخورده است. دورتموند در ادامه نتایج خوبش در هفته های اخیر، امشب توانست در دیدار خانگی با نتیجه 3-1 فرایبورگ را شکست بدهد. شاگردان توماس توخل که در 3 دیدار قبلیشان 17 بار دروازه حریفان را باز کرده بودند، در دیدار امشب به اندازه دیدارهای قبل برتر از حریف نبودند، اما در نهایت توانستند تیم جنگنده فرایبورگ را شکست دهند. در نیمه اول دورتموند نمایش بهتری داشت، اما عملکرد خوب بازیکنان فرایبورگ در کارهای دفاعی باعث شد تا زردها برای رسیدن به گل اول 45 دقیقه منتظر بمانند. روی پاس عثمان دمبله بود که اوبامیانگ توانست حساب کار را 1-0 کند و نیمه اول با همان نتیجه به پایان برسد. نیمه دوم را دورتموند بهتر آغاز کرد و تنها 8 دقیقه از این نیمه سپری شده بود که لوکاش پیشچک توانست برتری دورتموند را به 2 گل بیفزاید. بازیکنان فرایبورگ خیلی سریع به این اتفاق واکنش نشان دادن و در دقیقه 60 توانستن یکی از گل‌های خورده را جبران کنند. ماکسیمیلیان فلیپ که در موقعیت تک به تک با بورکی قرار گرفته بود، با ضربه دقیق توپ را به گوشه دروازه فرستاد. بعد از این گل بازیکنان دورتموند بار دیگر ابتکار عمل را در دست گرفتند و هرچه به دقایق پایانی نزدیک می شدیم، بر شدت حملات این تیم افزوده می شد. تا اینکه سرانجام در دقیقه 90 رافائل گریرو روی پاس پشت پای تماشایی اوبامیانگ با ضربه فنی حساب کار را 3-1 و پیروزی دورتموند را تثبیت کند. با این پیروزی دورتموند 12 امتیازی شد و با یک بازی بیشتر نسبت به کلن و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به بایرن در رتبه دوم جای گرفت.
جشنواره کاغذپرانهای گوناگون با حضور صدها شرکت کننده تایوانی و خارجی در تایوان برگزار شد. صدها تن از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی در این جشنواره شرکت کردند. یک مهاجم مسلح در ایالت واشنگتن ایالات متحده 4 زن را کشت. مرد مهاجم پس از این رویداد که در یک فروشگاه رخ داد فرار کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده طرحی را رد کرد که بر بنیاد آن خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر می توانستند از عربستان سعودی شکایت کنند. گفته می شود که عربستان پیش از این هشدار داده بود که در پیوند به افشاگری ها درباره 11 سپتامبر سرمایه گذاری هایش را در ایالات متحده به حالت تعلیق درآورد.